خب با سلامی دوباره گفتگویی داریم با شهبال عزیز و همچنین در دل گفتگو با شهبال که یه پروژه‌ای رو برای اولین بار مطرح کرد در برنامه تاکشو از شبکه جهانی تلویزیون ایران ITN که بعد هم در ارتباط با این پروژه باز هم با شهبال صحبت خواهم کرد، حالا چه در این برنامه چه در برنامه های آینده. همچنین اگه خاطرتون باشه وعده دادن که خانم خرازی اسم لقبشون هم لیدیز، خانم لیدیز خرازی هم انشالله در گفتگوی بعدی با ما خواهم بود. در این ساعت از برنامه یک گفتگوی تلفنی دارم با یه فرشته، فرشته ایست که به باور بسیاری از عزیزانی که با مشیت آشنایی داشتن، دوستی داشتن و همچنین چهره های بسیار خوب هنری، واقعا یک فرشته به تمام معنی است. او کسی جز پریسا، کسی که در طی سالهای گذشته در کنار مشیت عزیز بود نیست، یک دوست خوب، یک یار خوب، یک وفادار که حضور پریسا واقعا در دوام زندگی مشیت بسیار حائز اهمیت بود. خانم پریسای عزیز، ضمن تسلیت و تشکر از اینکه دعوت منو برای گفتگوی تلفنی پذیرفتید، سلام میگم خدمتتون. سلام آقای سپربند، مرسی از لطفتون. ببخشید منو عادت نکردم. میفهمم، معذرت میخوام. به هر حال ممنونم از شما، از همه. وقتی میگین فرشته دست چه خورده، من نمیدونم چی بگم، برای اینکه کسی که مشیت رو میشناخت میدونستن مشیت انقدر آدم خوبیه، انقدر آدم خوبی بود که اگه هر کی دیگه هم جای من بود همه کارا رو میکرد و نمیتونم اگه شاید کسی دیگه به جای منش بود من نمیکردم این کارو. یعنی من هیچ کردیتی برای من نیست. من یک آدم بسیار مهربون، روح بزرگ و انقدر آدم خوبی بود که اصلا من فکر نمیکنم کاری کردم. من نه دیگه، اینو شما اینو دارین شما تعارف میکنید، واقعا کاری که کردید واقعا همون عنوان فرشته‌ای که به شما گفتن و دادن به هر گفتن در طی سالها خیلی خیلی شما بسیاری از شهرها رفتید، بسیاری از کارهای انجام دادید برای بودن و ماندن و واقعا صبور باشین، انشالله توکل به خداوند این صبر و عنایت به شما بازگرده. و ممنونم از شما، ممنونم از خیلی‌ها که بودن تو این راه، تو این مسیر. ممنون از شهبال جون که همیشه بوده کمک کرده. خیلی‌ها، من اگه بخوام اسم ببرم انقدر می‌فهم، سه سال و نیم، بیشتر از سه سال و نیم مش مریض بود، بستری بود و یه لیست خیلی طولانی میشه کسایی که واقعا همراهی کردن، هم فکری کردن، همه جوره بودن و من ممنون همشونم. من امیدوارم که یک روز یک جایی یک چیزی درست بشه که من بتونم برای مش اون جایگاه باشه که شاید بتونن هنرمندا هم دیگر ببینن، نمیدونم صحبت کنن، یه کاری انجام بشه برای هنرمندا. من تمام سعیمو کردم که مش حالش بهتر بشه و متاسفانه نتیجه نگرفتم و الان تمام آرزوم اینه که یک جایی باشه به اسم مش. نه انشالله میسی که شهبال با شما صحبت داره. پریسا عزیز خواهش میکنه. پریسا جان، اولا من باید یه موضوع رو بگم، اینو همیشه گفتم، وقتی یک نفر مریض میشه دور و بریاش کسایی هن که مریضتر میشن، یعنی داغون میشن واقعا. ولی پریسا، من از دوران خیلی خیلی اوایلی که اومدم آمریکا آشنا شد. بله بله، این دختر واقعا، حالا بگذاریم که یه دختر بسیار زیباست. بسیار، ببین من خودم اینا همیشه فهمیدم اگه فرشته باید بگیم یه فرشته رو زمینه، یکیش همین پریساست. مرسی، اینو واقعا دارم میگم. و خوشبخت بود مشیت که یک همچین کسی توی زندگیش بود. دقیقا. و تا ثانیه آخر، تا ثانیه آخر
نمیدونی چه کار میکرد براش. بله کم و بیش در مسیرش هم، ولی اونقدر که شما در مسیرش هستید. من همون روزم سر مزار گفتم به پریسا، گفتم ببین تو تنها کسی هستی باید یک ذرم عشق نباشه چرک جان، به دلیل اینکه مرگ که حقه، هممون زود و دیر میمیریم تموم میشه، ولی یک کسی مثل تو باید افتخار بکنه که تا ثانیه آخر مثل یک خواهر، مثل یه مادر، مثل یه همسر، مثل یه دوست خوب در کنارش بودی و میدوید در اصلا. همیشه هم بهش گفتم تو باید بدونی تو تنها کسی هستی که نباید اینقدر ناراحت باشی، چون میگی من هر کاری تونستم کردم. در هر صورت انشالله که قم آخر به قول میگم ولی همیشه شاده قمهای مختلف هست. پریسا جون، چون ممکنه یه عده از زیاد بینندگان ما نگن اصلا، میگن آقا خب خب این پریس در ارتباط با مشهد این برنامه رو گذاشتی، این حرفا رو زدی، این چی شد؟ یه در بیننده ممکنه در مسیر نباشن. مشهد درست، مشهد بیماری قند داشت و موقعی که متوجه شد و رفت پیش دکتر، متاسفانه دکتر خوبی به طورش نخود، البته مشهد خودش کم رعایت میکرد، آدمی نبود که خیلی مواظب باشه، ولی طبق قانون کالیفرنیا وقتی قند کسی روی 200 هست باید بهش انسولین بدن، ولی متاسفانه دکترش بهش روزی یه دونه قرص متفورمین میداد و مشیت به اطمینان اینکه یه قرص متفورمین داره میخوره و سفر میرفت، تور که میرفت دو ماه سه ماه نبود، یه ماه نبود، ولی خب دکتر شماره ها و نمره ها رو داشت. وقتی ما به هاسپیتال رفتیم، دکتر هاسپیتال وقتی اینا رو برای من میگفت و عصبانی بود از دکتر داخلیش، ما متوجه شدیم که چقدر به ضرر من شد که این انسولین رو نمیزد و همون باعث شد که متاسفانه مشهد پاش قطع بشه و از بیرون از ظاهرش شاید اونقدر مشخص نمیشد، یکی از انگشتاش سیاه شده بود درسته، ولی خب از داخل خیلی پیشرفت کرده بود. بعد پاش که قطع شد رگای قلب گرفتگی داشت، اوپن هارت سرجری داشت، بعد یکی یکی متاسفانه زد به کلیه ها و وقتی کلیه دوچار مریضی میشه خیلی درد سره، وقتی با قند تو هم باشه و خودش گردش خون نباشه، و متاسفانه یکی بعد از دیگری مشهد بیشتر از 3 سال و نیم بستری بود، خیلی جراحی ها داشت، خیلی مریضی ها داشت و آقایسته به من خیلی عجیبه، مشهد همه میشناسن که خیلی صحبت میکرد، خیلی همه نظرش رو همیشه میگفت، نظرش کاری نداشت کسی دوست داشته باشه یا نداشته باشه، نظرش رو میگفت و اینقدر قشنگ و بامزه میگفت که همه دوستش داشتن، ولی تو این مدت 3 سال و نیم یک بار نق نزد، یک بار خور نزد، یک بار گله نکرد و اینقدر مظلوم و صبوری درد و تحمل میکرد، ولی خب به هر حال سختیش برای اون بود و کلیه هاش بعد ریه هاش آخرین استیج این بود که ریه ها چرک کردن و متاسفانه اون اینفکشن یکی از ریه ها رو چرک و خوش کردن، ولی اون یکی ریه نتونست و دیگه بدن خسته شده بود و نمی کشید و یکی یکی تمام این ارگان، تمام این اعضای بدن داشت گیواب میکرد، داشت از کار میافتاد و چند روز آخر مشهد تو کما بود، گاه گداری یه کمی میومد بیرون از کما، یه خورده سرش رو تکون میداد، یه صحبت یه اشاره هایی میکرد نه. و یک ماه آخر که کاملا در بیمارستان بود و اینقدر دکترها همه کار میکردن در ریه و کلیه و یکی دوتا نبود، و من خواهشم از کسایی که بیماری قلب دارن اینه که دائم برن دکتر، به یه دکتر اتکا نکنن، چندین دکتر برن، این بیماری یک بیماری نیست، واقعا خطرناکه. زنده باشی پریسا عزیز، مرسی از این توضیح. پریسا جان تا شما رو خط هستین بذارید اینو من بگم، معمولا شهبان جان خودت که میدونی وقتی که یه همچین مراسم یه همچین برنامه رو ارائه میدیم، یادی میکنیم از این هنرمندان، یوهو سیل فضای مزاجی پر میشه، تا وقتی که رفت شما یادش افتادی. به شهادت فریبا، به شهادت پریسا. پریسا جان خودت میدونی در طول این 3 سال و نیم من چندین بار
خواستم بیام با این عزیز صحبت کنم ولی شرایط جسمیش مناسب نبود. اینو برای اون بینندگان عزیزی میگم. نه متاسفانه کرونا بود و شما تلفنی تماس داشتید. من بله چندین بار ولی هم شرایط کرونا هم بله بیمارستان بود. بله میدونم میدونم فقط فقط خواستم شکر شما رو به شهادت بگیرم که بعضیا نیان که پریسا جون من حتما برنامه که تموم شد زنگ میزنم باید صحبت کنم. مرسی پریسا جون مراقب خودت خیلی باش خانم صبور خانم خانوما. آره خانوما کنترل ندارم هنوز برام این مسئله سخت. ببخشید اگه صحبتم نه خیلی قشنگ صحبت کردیم خیلی قشنگ شد. بسیار عالی. خیلی ممنونم پریسا جون. به مامان خواهر و دیگر اعضای خانواده همچنین به اعضای خانواده مشیت عزیز سلام برسون. عرض تسلیت رو که من اونجا در آرامگاه گفتم و به هر حال برات بهترین ها رو آرزو دارم. مرسی بازم ممنون. خواهش می‌کنم. خب شهبا جان من یه بار دیگه برای اون دسته از عزیزونی که تازه پیوستن به برنامه ما یا از چند دقیقه بگم که شهبال شهپر ببخشید معذرت میخوام مشیت عزیز برای بسیاری از هنرمندان نوازنده بسیار خوبی بود. یک بار عرض کردم یه بار دیگه تاکید میکنم برای آقای داریوش اقبالی، برای خانم گوگوش، آقای ابی، آقای امید، آقای اندی، آقای کوروش، خانم شهره، آقای شهرام شهپره، خانم لیلا فرهر، آقای عارف و عرض کنم حضورتون آقای شهرام سلطی، آقای فرامرز اصلانی، زنده یاد رامش و دیگر بسیاری از هنرمند. با اجازه شما میخوایم بریم به کانادا. حالا چرا کانادا؟ مشیت صادقی عرض کنم حضورتون در یکی از موزیسیان های سرکار خانم گوگوش بودن و وقتی که خانم گوگوش در سال 2000 کنسرتشون رو از تورنتو کانادا شروع کردن مشیت صادقی یکی از اعضای گروه ثابت سرکار خانم گوگوش بودن و رهبر ارکستر آن زمان سرکار خانم گوگوش آقای بابک امینی یکی از یاران و دوستان عرض کنم حضورتون مشیت صادق بود. از طریق اسکایپ میریم به کانادا. آقای بابک امینی عزیز سلام به شما، درود به شما. سلام عرض میکنم. صدای منو دارین حضور عزیز؟ سلام عرض میکنم. سلام. امیدوارم که واقعا روح مشیت عزیزم شاد باشه. میدونم که خیلی دوران سختی برای پریسای عزیزم هستش. نمیدونم چی بگم. من یه رفیق خیلی خوبم رو از دست دادم. حالا برای من همیشه تو موسیقی انسانیت و شخصیت طرف مهمه و بعد موزیسیان بودن و آرت و هنر اون شخص و خب به هر حال شخصیت مشیت برای همه واضح بود و که کاراکتر منحصر به فردی داشت. هنوز نمیدونم والا من چجوری باید دیل بکنم با این داستان ولی میدونم که برای خانوادش و مخصوصا پریسا سخته. به هر حال بابک جان شهبالم در کنار ما هستش. شهبا جان با بابک جان بابا جان سلام. انشالله که حالت خوبه. انشالله میشنم ممنون. بله بله شهبا جان من فقط صدای شما عزیزان رو دارم و تصویر استودیو رو ولی خب با صدا در خدمتون هستم. خواهش میکنم. فقط خوشحالم که میبینم تصویر تو چات خالیه همیشه پیش شما و خیلی ممنون که اینجوری با هنرمندا و دوستان هنری تو همیشه من اینو خودم تجربه کردم چقدر تو آقایی و این صحبتی که کردی دقیقا درسته و اگر هنرمند شخصیت هنری نداشته باشه هنرش اصلا به حساب نمیاد. دقیقا همینطور شهبال عزیزم. خیلی ناراحتم که نتونستم در مراسمش باشم. یعنی واقعا اگر که این شرایطه کرونا نبود
مطمئنا می اومدم و در کنار شما و در کنار پریسای عزیزم در اون لحظه، حداقل برای دفعه آخرم که شده، رفیق و دوست و برادر عزیزم رو می دیدم. بسیار ممنونم بابک جان، خیلی ممنونم. در طول مدتی که مشیت به عنوان درامر ارکستر سرکار خانم به گوگوش بود، تمام دنیا رو به غیر از ایران مشیت دید و همچنین با بابک امینی رهبر ارکستر سرکار خانم گوگوش. از ابراز همدردید ممنونم. انشالله این کرونا در کانادا به یه نوعی که میدونم شما در شرایط بسیار ایدئالی نیستین تموم بشه و خوشحال میشم که باز هم یه گفتگویی با هم در استودیوی تلویزیون ایران داشته باشیم با هم. خیلی ممنون، ممنون از دعوتتون شهبال عزیزم. همین که باز دوباره صدا تو شنیدم برای من دلگرمیه. میدونم که شما عزیزان من اونجا بودین در مراسم مشیت و میدونم که همتون میدونین که دلم اونجا پلوی همتون. مرسی بابک جان. شهبال جان یک آهنگی رو در همین رابطه ادیتی کردن که آرانجمنتشون مربوط به خود بابک عزیز، گیتار سلو رو اردشیر فرح زدن. بعد از کنم درامر مشیت صادقی در این اثری که الان خواهیم، بله، بیستم خود بابک زده و بابک ریاهی زده، ببخشید، بله. گیتارم بابک امینی عزیز زده. بابک جان یک دنیا ممنون. به خانواده گرامی سلام برسون. چند تا بچه داری بابک جان؟ من دو تا دختر. خدا حفظشون کنه. باید ببین تماشایی. چند ساله؟ چند ساله؟ 3 و 7. خدا حفظشون کنه. مراقب باشین. با امید دیدار در لس آنجلس که با هم گپی داشته باشیم. تشکر میکنم. روی ماه همتون رو میبوسم. خیلی ممنون. روح مشیت عزیزم شاد. روح شاد. و برای خانواده محترمش، مخصوصا پریسای عزیزم، صبر آرزو میکنم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. میریم از خانم فریبا عزیز خواهش میکنم که این کاری که یک کار گروهی بود که بابک عزیز تنظیم در این رابطه درست کرده با همون دستگاه مربوطی که البته درامرش هم مشیت عزیزه، با هم تماشا می‌کنیم. تو این خیلی خوب این کارو می‌کنی. بله دارم یاد می‌گیرم. آره بابک، اگر کم آوردی میتونی از من در خدمت باشه. چشم. قربونت. فیگورش خوبه. اینم کار یادگاری که حضور بابک امینی عزیز، اردشیر فرح و واقعا هنرمندای بسیار عالی. عرض کنم حضورتون شهبال جان، همیشه شما چندین بند داشتی. معمولا در یکی از بندها یکی ارتباطای خیلی صمیمیتری با بچه‌ها برقرار میشه به نسبت دیگه. صمیمیترن، دوست دارن، مثلا میرن جایی، یعنی میرن برای کنسرت اون موقع ها برن در مثلا هتلشون میگن آه من میخوام تو اتاق این باشم، یعنی اون احساس صمیمیت. یه کسی که واقعا خیلی صمیمیت عجیب غریبی با مشیت صادقی داشت، من اول اینم بگم مشیت صادقی بسیار بسیار بذرگو بود، بسیار بذرگو، یعنی میچزون، یعنی میچزون، ولی همه دوستش داشتن با تمام این تفاصیلی که با حرفاش و اکتایی میکرد. از جمله کسانی که یار و یاور مشیت صادقی بود آقای حمید محفر بود. آره خودش هم دستکم نداره دور از جونش. آره حمید محفر الان رو خط تلفونه، چون به خاطر اینکه کار داشت نمیتونست بیاد استودیو. حمید جان سلام. سلام. خوب داریم یا نه؟ یک کمی من اینجا رسپشنش خرابه. ما که به شما گفتیم که آماده باش. بله هستم، منتهای مطلب نمیدونم چرا الان یه مقدار رسپشنم تا، ولی اوکی ام، الان خوبه، میشنوید؟ الان خوبه، بفهم. در کنار شهبال عزیز هستیم. شهبال شهبری.
بله اولا سلام عرض می‌کنم، چون من تلفنی هست و تلویزیونم نمی‌بینم. بله اول عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت دوست خوبم و همچنین سلام می‌کنم خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون. مرسی. خب حمید جان چند سال با مشیت در یک گروه بودیم؟ والا در یک گروه من راستش آشنایی ما از ایرانه، یعنی خیلی 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 سال قدیم که ما در ایران بودیم با آشنا بودیم فامیلی. بعد که اومدیم امریکا اینجا شاید بگم 30 خورده سال ما اینجا با هم کار کردیم. بله یعنی به جز اون دوستی هم خب خانوادگی داشتیم، همین که کاری داشتیم. بله خب خودمونم با هم خیلی نزدیک بودیم دیگه در صورت. خب این آشنایی شما که برمیگرده به ایران، حالا من بخوام از شعبال ببرزم که خودشم گفت خودمونم کمتر از دست مشیت کمتر نداره، یعنی از نظر بذرگویی. خب در طی این چند سال این مشیت این بذرگویی هاش یه دیر زیاد رو اول به خدمت که اولا میگم من یه عقیده دارم، معمولا کسایی که خب از این دنیا میرن و فوت میکنن من مخالف گریه‌زاری و ناراحتم، مخصوصا اگر اون شخص خودش آدم شادی باشه. کمان که مسیحیت یکی از اونا بود که خب خیلی آدم شادی بود، خیلی شوخ‌طبع بود و خب یه جورایی همه رو دست میداخت که خب اونا هم قبول میکردن، یعنی همه میدونستن که چیز مسیحیت باید با این داستان جلو برم. یعنی انقدر اذیت میکرد بعضی ها رو که دیگه طرف کلافه میشد، ولی خب همه میخندیدن دیگه، کارت هم حرف ندار. یکی از به اصطلاح استعدادهای خیلی خوبی هم که داشت تقلید صدایی به اونو خیلی خوب میکرد. درسته، مخصوصا خب بند کرد و بیشتر به خواننده ها و موقع با میوزیشن ها خیلی اذیت میکرد. من یادمه مثلا یکی از خواننده که خیلی زیاد اذیتش کرد شهرام سلطی بود که به صلاح تقلید صداشو میکرد و اون چیزایی که شهرام روی استیج میخواست همونا رو تکرار میکرد، به خودش هم اونجا میگفت. بعضی وقتا روی استیج این کارو میکرد. مثلا چی میگفت؟ مثلا بیچاره نمیتونه بخونه از خنده، خودش خنده از بخونه. چی میگفت مثلا؟ چه چیزایی رو میگفت؟ در حالا مگه بخوام بگم خیلی چیزایی مختلف. آره مثلا شهرام از مثلا زدن از بچه ها سواله میکرد اینطوری بزنید اونطوری بزنید، یه چیزایی که معمولا زیاد میگفت اونا رو تکرار میکرد مجددن اون بالا، یا یه چیزایی نمیدونم حالا الان یادم نمیاد دقیقا لغاتو، ولی خب انقدر ماشاءالله زیاد چیزای مختلف استفاده میکرد که من خاطرم نمیدارم همه رو بگم. یعنی این تکه کلمایی که برای بعضی از همون اعضای ارکستر یا خواننده ها به کار می برد، خب به گوش خود خواننده می رسید دیگه. نه میگم جلوی خودشون این کار میکرد. آره جلوی خودش. مثلا من بیدیم یکی از این لجند هم این رو شما دایناسورا بلکن نیستیم بابا. نه مسیحیت اصلا عبایی از این مسئله ندار، جلوی خود خواننده ها جلوی بچه همه و خب اونا میدونستن که باید قبول کنن کاری نیست و همه باید بخندن. اینه که یا اون اصلا مسئله نداشتن. فقط تنها کسی که آخه مسیحیت روی استیج هم که بود باز شوخی بل نمی کرد، یعنی موقعی که ما داشتیم نوازندگی می کردیم شما اگه برید ویدیوهای تنین رو نگاه بکنی اون موقع ها یاد ویدیوهای با خواننده های مختلف نگاه کنی می بینید مسیحیت همیشه میاد روش داره با یکی یه چیزی میگه یا یواشکی دعوی چیزی در می آورد و همه رو می خند، حواس همه رو هم پس می. ولی تنها کسی که روی استیج یاد شوخی نمی کرد و آروم بود داریوش. داریوش خب خوشش نمیاد از نفته، خب سبک موزیکش هم یه طوری بود که سنگین بود و زیاد نباید زیاد اون بالا شوخی میکرد کسی، اینه که چهر فقط اونجا رو ملاحظه میکرد. البته خواهد از به اصطلاح استیج شوخی هاشو میکرد با داریوش، ولی روی استیج از این کارا نمیکرد. سر این داستان اتفاقا خاطره یاد یادم میاد ما یک توری داریوش جان داشت به نام تور امان است. این البته آلبومش هست به نام امان است و این دو ماه طول کشید دور امریکا که ما داریوش بند البته موزیک نمی‌زدم اون موقع، من و پسر خواهر داریوش ما فقط منیج می‌کردیم کارا رو. بله ولی اون ایرج لشکری بود خدا بیامرز، همایل خسروی بود، عبدی یمینی خدا بیامرز و چند تا دیگه که ما با آرگی از این ماشین‌های بزرگی که
به سلام مثل خونهای متحرک آروی میگن بله بله بله. ما با اونا تو دور امریکا رو زدیم و اینقدر ما خندیدیم تو این سفر که البته یه سری من ویدیو رو که گرفتم همه رو دادم دست آقای دایی شایی بتونم اینا رو تورایی ها رو بگیرم یه روز انشالله حتما ما هم خدمتشون از اینجا ازش میخواستم ولی ما نفهمیدیم این دوما چطوری بود آه. از اون مشیت اینقدر با این اونور رفت و اذیت کرد و برنامه‌ریزی کرد و اینو سر کار گذاشت اونو سر کار گذاشت که ما دیگه تا آخر تور خلاصه همش خنده بود و لذت و حال کردن. خب در مورد شهبال چی میگفت؟ شهبال هم اولا از شهبال صدای دیدین شما شهبال خودش به نوع چطوری که شهبال صحبت میکنه با اون صدای گرفته دقیقا اونو دادا در میاد و یه خودم که شوخی میکرد رو سن شهبال بود. درسته شهبال؟ درسته. اون موقع مثلا خب شهبال یه جوری مثلا مثل حالا دایناسور گفت اون جوری با شهبال روبرو میشد و خب دیگه این دارت دیگه شوخیش بود با شعبان برمزید سری لغات دیگه نه من خیلی دوست داشتم من خیلی دوست داشتم از بیر دفت قصر در نرفته خلاصه این جوری بگم هیچ که از در روز قصر نرفته راست داره راسته در اصورم من خیلی دوست داشتم و فرمی که میگفت حالت توهین اینا نداشت. بله میدونی همیشه در لفافه و خنده و این چیزها بودش میگو ولی رحم به هیچ کی نمیکرد. رحم به هیچ کی نمیکرد. واسه همه یه تیکه داشت. مدام با لیلا فروها کار کردیم. بله که اون موقع ما به اصطلاح اونا رو که زجر خوش میکرد. ببین حمید میگم اونا رو زجر خوش میکرد اونا رو شوخی نمیکرد اصلا. ببین انقدر یعنی به جای رسیده بود که گریه میکرد لیلا فروها و یا زیاد فریب و جون به قصد کتک میمدن ولی کتکه رو میدونی یکی میخورد واقعا از بیژن، بیژن مرتضی. بیژن خب قضیه هیکل هم از ماشاءالله و رحم هم نمی کرد. یعنی یه کاری از انجام میدادی میافتاد چه روی استش که با اون آرشه بیارو نسیم زد تو سبی کلمه و مثلا مشیت و یعنی چندی بار مشیت وسط موزیک از پشت درامش فرار کرد یکم فرار کرد میخونسه تا باورتو نمیشه و اگرم فرار رو میکرد دیگه بیرون که میرسید این مشتا رو میخورد دیگه از دیگه مشتای قدی هم میزن که این که دادم به یادم دستاش کار نمیکرد درام بزنه یکی دو شب کدکر رو از بیزن درسته سازه حمید جان عرض کنم حضورتون حمید مؤفر خانم آقایان یکی از هنرمندهای واقعا میگم هم اسم این سازی شبوشون همین کانگا کانگا پرکاشن پرکاشن خیلی پرکاشنیستای خوبه بله فوق العاده و اینکه خود همچون که شهبال گفت واقعا خودش دست کمی از مشیت نداره خودش همینقدر مکافاته همینقدر مکافاته دیگه ما رو خراب نکنیم دیگه داره مرد نه آره ببین داریم درست میکنیم وقتی این دوتا به هم میفتدن اصلا شاهکار میشد ولی این میزد خودشو میزد به اون راه آره ببین تو ارکستر لیلا هم شوبرت هم برادر شیلبرت سب کن همینجا یه دقیقه هایستا شوبرت و جیلبرت و حمید و با مشیت این چهارتا اصلا تو دنیا بفرستید سیستم رو عوض میکنن شوبرت آواکی ها؟ شوبر آواکیان خدای نمکه بیا نقشه کش اصلی آره. ببین ره نمیگه شب میخوابیدن تو هتل مشیت و شوبرت و با گیلبرت تو بعد برنامه تا سه نصف شب میشستن نقشه میکشیدن که فردا چی بگیم فریبا جون یه عکس هستش که عکس همین ابی جان هم هست و آخره که اتفاقا شوبرت آواکیان اینا اون تو هست آره چون اسمشون اومد بله بله خودشه نگاه میکنی که ابی هم واقعا مثل بسیاری این عکسای اواخر مشیت بله بله این عکسای آخر مشیت خود حمید هم در تصویر میبینی ابی جان هستش مشیت عزیز هستش شوبرت هستش بقیه دوستان و هنرمند هم همین جان همین حالا میخواستم اینو تکمیل کنم صحبتمو در یک برنامه انشالله ازت دعوت میکنم که در قالب دیگه با هم صحبت کنیم میدونم بسیار چه به حال با هم هماهنگ میکنیم که یه روزی مهمان برنامه باشی حتما در خدمت و رسم هر موقع امر بفرمایید من در خدمتتون مرسی مرسی
خب سبا جان جونم. صحبت من و شما ناتمام مونده و اینو ما موکول میکنیم به وقتی که واقعا تمام کارها تموم شد آماده بود. من از شما دعوت میکنم. خیلی ممنون میشم که در خدمت. من همیشه در خدمت هستم. بسیار ممنونم. ما بسیاری از کارها رو خدا شاهده من نمیدونستم این پروژه رو. آیا من میدونستم؟ فقط گفت یه کاری دارم. من فکر کردم میخواد باز دوباره چهره جدیدی رو معرفی کنه، ازش دعوت کردم. خب وقت برنامه ما در اینجا پایان میرسه. من از فریبا عزیز کارگردان فنی برنامه بسیار تشکر میکنم. بسیار ممنونم ازش. امروز بار برنامه خیلی سنگین بود. منم تشکر میکنم فریبا عزیز کردم. خب من میخواستم چون آخر برنامه هست از فریبا عزیز یک موزیک ویدیو هستش که همونطور که اشاره شد مشیت صادقی درامر یا جازیست سرکا خانم گوگوش بودن. این توریست که در کانادا برگزار شد. اونو با هم نگاه میکنیم. من و شهبار شهرپرم در این قسمت برنامه از شما خدافظی میکنیم. شهبار جان صحبتی خیلی ممنون. من فقط میخواستم تشکر کنم از کسایی که دو ساعت پای این صحبت نشستن، ولی که برنامه خوبی بود. مرسی. به دلیل اینکه بالاخره مشیت عزیزمونو باید همیشه یادش باشیم. حالا ما اینو گفتیم به شهادت پریسا عزیز که ما خواستیم چندی مرتبه بیاییم. نه الان میری تکس میکنم آقا وقتی زنده بود چیکار رو چرا کارش نگردیم. میخواستیم هر که هرچی اینو گفت بگو خود شما وقتی زنده بود به خیلی کسا نرسیدیم. ما همچه همه مصابه ها خیلی ممنون. مرسی مرسی که بازم در برنامه دیگه با هم باشیم. میریم این موزیک ویدیو یکی در واقع کاریست که مشیت با خانم بوگوش داشتن نگاه کن. باز هم از فریبا عزیز، از فریبا عزیز بازم تشکر میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. هر کی یه طرف میره بودو بودو واسه سال نو برسن یه جایی.